د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د اسنادو د څیړلو لړۍ پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د څه د پاسه څلورو میاشتو په تیریدو سره کمیسون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د ټاکنو وروستي نتایج په بشپړه توګه اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې مهال د ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر پیلوي چې ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنو په قانون کې د تعدیل او په ټاکنیزو کمیسونونو کې د اصلاحاتو خبره کوي. خو آیا د کمیسیونونو د کمیشنرانو ګوښه کول یا لرې کول هم په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو یوه برخه ده او که خیر؟ سلام و وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د پارلمان نودف خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د سولې او اعتدال ټیم ویان ښاغلی محمد وایزي او د سیاسي چارو کارپوه محمد داود احمدي. ستړي مشئ، بحث په خیر راغلی. اگر بحث با شما آغاز کنم آقای وایزي، که شما طرفدار تعدیل در قانون انتخابات و یا اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی هستید؟ بحث تعدیل و در واقع رفورم در نظام انتخاباتی افغانستان در واقع یک بحث جدی هست، اما این بحث زمینه هایی را می طلبه که در او یک اجماع سیاسی صورت بگیره و در واقع او استراکچر یا ساختاری که می خواهد اصلاحات از او طریق انجام شود باید مشروعیت لازم را داشته باشد تا امانت که از طرف مردم به در واقع به دولت افغانستان داده شده بتونه امانت را نگه دارد. اما ساختاری که شما میخواین که مشروعیت داشته باشه، اصلاحات به میان بیاره، چگونه استراکچر یا ساختار باید باشه؟ چیزی که در قانون انتخابات افغانستان آمده، هر نوع اصلاحات در واقع باید از مجرای قانونی خودش تعیین شود و در او در شرایط فعلی باید یک اجماع لازم بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره و همچنین جامعه مدنی افغانستان نقش فعال داشته باشه و ناظرین بین المللی هم نسبت به پروسه نظارت بکنه و ای از شفافیت کامل برخوردار باشه تا مکانیزم هایی که تطبیق میشه بتونه نظر مردم افغانستان در اونجا گنجانده شود. یعنی در بخش اصلاحات و تعدیل در قانون در هر دو بخش باید امی اجماع وجود داشته باشه؟ دقیقاً، چون یک پروسه ملی است، یک پروسه است که یک گفتم یک امانت ملی است، دهی باید یک اجماع ملی صورت بگیره و باید به یک نحوی تمام جوانب سیاسی مخصوصاً کاندیداهای ریاست جمهوری در این مسئله اونا چه من حیث ناظر نقش خود را داشته باشند. تشکر، ان شاء الله برمیگردم. احمدی صاحب، که بحث بدی که ویچ اصلاحات به کمیسیونونو کی راضی یا په قانون کی تعدیل را منځ ته کیږي، نو باید یو اجماع شتون ولري. ښاغلی وایزي وایي په ځانګړې توګه کاندیدانو سره اوس تقریبا اتلس یا فکر کوم شاوخوا دومره نوماندان دي، که چېرته اصلاحاتو یوه برخه دا وي چې کمیشنران نه وي باید وګمارل شي هماغه قانوني لارو څخه، نو فکر کوئ چې دوی به یو وکړې ته ورسیږي؟ زه کار نومان به کوشش کوي چې دلته د خوښې کس هلته د کمیشنر په توګه کمیسیون کې وټاکل شي. څومره اسانه کار دی دا؟ سلامونه او درنښت تاسو ټولو او لیدونکو ته. اول خوب لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د کاندیدانو د اسناد د ارزونې کار پیل شوی دی. اول خو په دې کې یو لوی مشکل، یو پرابلم دی، خدای دې وکړي چې هغه د انتخاباتو کمیسیون هغه تطبیق کړي، چون هغه د انتخاباتو په قانون کې هر هغه څوک چې له دندې استعفا نه وي کړې او استعفا نه وي کړې، د هغه اسناد باید دوی ونه مني. چې له نیکه مرغه بعد مرغه موږ نوماندان لرو یا معاونین لرو، ډاکټر صاحب عبدالله دی، محقق صاحب دی، چې هغو تر اوسه استعفاوې نه دي ورکړي، هغه د دولت مامورین دي. هر څوک ما ته جالب هم دا خبره وه چې نن د کمیسیون یوه کمیشنر بادغیسی صاحب هغې وویل چې دا مسله سیاسي ده نه حقوقي، اما قانون خو دوی ته بله لاره ښودلې، دوی باید د قانون پر اساس باندې عمل وکړي. دوی څنګه مثلا یو سیاسي توافق په حقوقي برخه کې داخلوي؟ دا سمه ده، که چیرې وي چې د سیاسي توافق بحث راځي، د هغو خبره راځي، خو بیا دغه اجرای ریاست پاتې وي، د دې نظام تر پایه، د دې ملي وحدت نظام تر پایه پاتې وي. خو د ډاکټر صاحب عبدالله او د محقق صاحب په ځای باندې بیا نور کسان معرفي کړي، اجرای ریاست پاتې وي، اجرای رئیس د بل څوک وټاکل شي، د محقق صاحب په ځای د بل څوک وټاکل شي، د خپلې دندې د استعفا وکړي. چون
دا په دې کې ستونزه نشته، دا مشکل نه وینو، خو خبره دغه ده چې دوی باید استعفا وکړي. د پخپل د ټاکنو د کمیسون د څلوېښتمې ماده لمخې چې په هغو کې قضایي یعنی قضات او دا څارنوالان او لوی څارنوالي او وزیران او مشاور وزیران او دا ټول پکې راغلي دي چې هغه باید استعفا وکړي. په مجموع کې د دولت ټول مامورین په استثنا د رئیس جمهور او د معاونینو یعنی په استثنا د هغو دي. اول خو باید دا وشي. او بل خبره دا ده چې په د ټاکنو په کمیسونونو کې په دواړو کمیسونونو کې په شکایاتو او انتخاباتو کې مطلقا دولت ژمن دی او دا بدلون برازي، ولی په دې خاطر باندې چې هغه رسوایی چې په دې تیر پارلماني انتخاباتو کې جوړه شوه، ولی متاسفانه چې یو شرم و په خپل د کمیسون لپاره او دا تغییر سره نظام حکومت اداره موافقه ده او رئیس جمهور هم ده. بس یو سوال ده چې حکومت دې تجمن ده چې اصلاحات راشي او په قانون کې متعدل ویل کېږي چې د ولسمشې دویم مرستیال دفتر نه ویل شوي چې ډېر ژر به دغه د یو تقنی فرمان له مخې نه توشیح شي. اما سوال دا ده چې دا کار به څومره وخت ونیسي، ځکه دلته یو شمېر نماندان لکه ښاغلي وایزي چې ویل چې د دوی سره باید هماهنګي او اجماع موجوده وي. فکر کوم چې زر دی یو اجماع ته ورسیږي ځکه اصلاحات کلته را نشي، نو د دغه پروسې چې یعنی د ولسمشې ټاکنې د دې پروسې پایلم دا اوس نه ده. نوملیکنه وشوه، د اسنادو بررسي ده، ورپسې بل پړاو ته بیا کمپاین نه شروع کیږي. که نیمایي په دې کمیشنرانو په دې چارواکو باندې لاړ شي، نیمایي ته نور راشي، فکر نه کوي چې بیا به ناقصه موجود وي؟ او که چېرته د ټاکنو دغه کمیسون چې اوس ظرفیت نه لري، نو څنګه به دا مدیریت کړي چې د ټاکنو بهیر پیل کړی دی؟ زما له فکره خدا زما له انده باید دغه اوسني کمیشنران د اوسني ټیم چې د انتخاباتو په کمیسون کې دی یا د شکایاتو په کمیسون کې دا مطلقا باید نه وي. دا یو د یو ضعیف مدیریت درلودونکي یو ډیر پسیف خلک، دا باید مطلقا لیرې شي او دې ته دولت هم ژمن دی نه. مګر خبره دا ده چې د جمهور رئیس د دوام مرستیال په مشرۍ باندې هغه د کمیسون جوړ دی، هغه د خبرې روانې دي او دا خبرې به کیږي چې د کاندیدانو سره یو سترکچر یو لاره ورته جوړیږي چې د کاندیدانو سره خبرې کوي په څه ترتیب باندې هغه د تعدیل د قانون فرمان توشه کیږي. یعنی څوک چې نوماندان دوی سره مشورې روانې دي په دې برخه کې؟ بله بله بله. خو یعنی باید وشي مشورې دوی سره؟ بله شریک دي شریک دي، ولی په دې خاطر باندې چې لکه څنګه چې شغل جمهور رئیس وویل چې دا په دوه ورځو کې باید د انتخاباتو نتایج معلوم شي، نو بیا هلته که چیرې وي دا مشوره ونه شي یا مثلا د هغه څوک چې کاندیدغو رایه او دا او دا بیا وروسته جنجالونه باید نه وي، دا جنجالونه باید ختم وي. په هغه دوه ورځو کې نتایج باید اعلان شي او هر څوک خپله ماته ومني او بل ته مبارکي ووایي. من نکوم انشاءالله بیرته ګرځم. آقای وایزی، در بخش اصلاحات شما فکر میکنید که نیاز به ایست که تغییرات گسترده در هر دو کمیسون بیان و افراد جدید باید گماشته شوند؟ اصلاحات ابتدایی ترین مرحله از و بحث افراد است، اما مهمترین بخش اصلاحات به ساختار در واقع نظام انتخاباتی است که در او انتخابات بتوند یک پروسه شفاف صورت بگیرد. تغییر افراد نمیتونه شفافیت یک انتخابات را لزوما تایید بکنه یا رد بکنه، بلکه یک مکانیزم است. به عنوان مثال وقتی که یک شهروند افغانستان رای میده به یک شخص، این رای به عنوان یک امانت باید در یک پروسه شفاف مشخص باشه که تغییر نکنه. و این پروسه قبلا سرش صحبت شده بود، بحث ای که بتونن از ساختار بایومتریک از تکنولوژی بایومتریک استفاده بکنن و این تکنولوژی بتونه ثبت بکنه تمام آرایی که در افغانستان ریخته میشه به صندوق رای به عنوان یک امانت در یک دیتابیس آنلاین که از اون نظارت بین المللی، نظارت جهانی، همکارای بین المللی ما و ناظرین داخلی میتونن به صورت مستقیم در تمام مراحل انتخابات از رای مردم اینا نظارت بکنن. اگر بحث شفافیت انتخابات و مکانیزم های لازم نسبت به او غور نشوه و یک نگاه سیستمیک و ساختاری به این موضوع نداشته باشیم، تغییر از افراد به تنهایی نمیتونه او اهدافی را که ما و یا منظوری که ما از اصلاحات در نظام انتخاباتی داریم برآورده کنه. ای که چه در مکانیزم چه تغییراتی باید وارد شود؟ پس وقفه کوتاه از شما سوال میکنم تا لنده دمی روز تا بحث را گرزو.
بیا هم ستړي مشي. آقای وایزی در میکانیزم چگونه تغییرات باید وارد شوه در تا پروسه انتخابات یا انتخابات ریاست جمهوری به طور شفاف و درست برگزار شوه؟ مهمترین مرحله ای است که دولت افغانستان باید وظیفه خود را در قبال انتخابات انجام بده و مهمترین مسئولیت دولت افغانستان تامین امنیت است. در متاسفانه در بسیاری از ولسوالی ها چه به دلایل سیاسی چه به دلایل درست و ناامنی یکی از گزینه های بود که متاسفانه انتخابات گذشته نتونست اونجا برگزار شود در زمان موعد مورد نظر. و اگر ما ایرا چون شخص رئیس جمهور یکی از کاندیداهایی است که در انتخابات پیشرو مورد توجه می باشه، این ذهنیت وجود داره که از امکانات دولتی و صلاحیت های خودش در راستای اهداف خودش یا در واقع در راستای موفقیت خودش در انتخابات سوء استفاده نکنه. بنابراین اولین مرحله تامین امنیت است. دوم، عدم استفاده از امکانات و صلاحیت های حکومت و دولت در بحث کمپاین، در بحث انتخابات و نظارت انتخاباتی و پروسه های پس از رای دهی است. دولت مطمئنن امکانات بسیار زیاد داره. باز یک سوال پیدا میشه که زمانی که موضوع استعفای معاون ریاست اجرایی رئیس اجرایی را آقای احمدی ها مطرح کرد، این مطرح میشه از آقای محقق که در تیم شما سالا، او میگه که حکومت 50-50 و به اساس یک توافقنامه سیاسی حکومت به میان آمده، رئیس جمهور صلاحیت ما نداره که ما را برکنار کنه و نه هم این کار را کرده میتونه. اما در بخش تامین امنیت که من از رئیس جمهور خواسته میشه که باید امنیت تامین کنه و در انتخابات دستبرد نکنه، سوال اینجاست که 50% حکومت یا صلاحیت ها خو پیش دیگه تیم است، چرا میشه خواستن از رئیس جمهور شده میشه؟ این کسایی که 50% ادعا میکنند که نظام حکومت یا قدرت از ماست، اینا چرا مسئولیت نمیگیرند؟ درست است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق مشروعیت خود به دست گرفت، نه بر اساس رای مردم، و در واقع قدرت بر اساس او توافق نامه میان دو تیم که در واقع رئیس جمهور و معاونینش و ریاست اجرایی و معاونینش به صورت 50-50 تقسیم شد. اما در قانون اساسی رئیس جمهور سرقومندان علاست و در واقع مسئولیت تامین امنیت و در واقع قمانده تمام نیروهای امنیتی چه در بخش اردو، پلیس و ریاست امنیت ملی از مسئولیت های رئیس جمهور محسوب میشه. در اینجا خواست مردم افغانستان و خواست نهادها از رئیس جمهور بیشتر می باشد طبق قانون اساسی افغانستان. و مطمئناً چون قانون اساسی در رابطه با ریاست اجرایی در این زمینه هیچ گونه بحثی را مطرح نشده، یعنی یکی از اون میکانیزمایی که شما گفتین در اون تغییرات به همین یک بحثش تامین امنیت خوب و سرتاسری است، این وظیفه حکومت است که امنیت انتخابات را تامین بکنه. در واقع نه ناشی از تعدیل است، نه ناشی از انتخابات. هم فعلا قانون فعلی فکر میکنه که مشکلات داره و قانونی که بر اساس یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور توشیح میشه چگونه یک قانونی باید باشه؟ تمام در واقع یک مقداری از نگرانی های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان نمی است که رئیس جمهور از صلاحیت های خودش در راستای تعدیل در قانون انتخابات به نفع در واقع تیم مورد نظر خودش سوء استفاده نکنه، و این در واقع باید بر یک اجماعی از طرف قانون پوها و در واقع متخصصین حقوق و قانون و همچنین کاندیداهای ریاست جمهوری و جامعه مدنی صورت بگیره و این قانون مورد بازنگری تمام مردم افغانستان قرار بگیره و یک نسبت به این بحث و گفتگوها صورت بگیره تا بتونه از زاویه های مختلف به قانون نگاه شوه و خلاهای قانونی نسبت پیدا شوه و همچنین اونا پر شوه. تشکر. خاغل احمدی ترو سپوری یواز نملکه نشوه در ولسمشریز و تاکنو در پارا اوس دستناد و فیزیکی برسی نن پیل شو پا کمیسون که، اما اندیخنی دادی لکه چنگا چه خاغل وایزی ویلی چه حکومت یا ولسمشر با قانونم توشیه کهی در تقنی فرمان پر اساس بنده دست به توشیه که جده گتا پکی وی او در تاکنو در امنیت پا تامین که بمده اغس اقدام نکی ویزه که در گتا پکی وی، یعنی اندیخنی او نیوه که وست نپیل شوی. وګورئ متاسفانه باید ووایم چې دا یو زموږ په هیواد کې په سیاسي برخه کې مو یو بد معمول دی. دی به
یا خپل ماته ویني یا خپل خلاوي ویني هغه یا به هغه ظرفیت دینه لري یا به هغه نه لري بس همیشه به مو د انتخاب غوت بلته ده ځان ته نه وایي چې موږ څه کړی دي د امنیت په برخه کې موږ څه کړی دي د اجرایی ریاست چې دغه د دوسویل د یو سیاسي تفاهم له مخې ته پریکړه کړې ده چې مشروعیت یې هغه تفاهم نه اخیسته خو تاسو وګورئ چې کله چې جمهور رئیس لوړه وکړه ورسته دغه د فرمان امضا کړي د فرمان باندې اجرایی رئیس مقرر شو د معاونین مقرر شول درسته ده لکه یو وزیر چې مقرر کړي لکه یو رئیس چې مقرر کړي یعنی وخت چې د مسؤلیت ځای وي رئیس جمهور مسئول دی البته سرکمندان علاق خوای مسئله دای دی درسته ده او وخت چې د پښتن ځای بیا راشي بیا دوی بیا به هیڅ باندې نه دی خبر نه که وخت د 55 دوا کومه د وزیرانو د 50% غوړم په هر ځای کې 50% غوړم پس مسؤلیت هم باید د دې نظام طرفای پورې مشترک وي درسته ده د وزارت داخله دی واخسته یا هر کوم وزارتونه په امنیتی سکتور کې د سندې چې شامل دي د امنیت شورا کې د دوی خلک شته دي هغه مثلا کوم مسؤلیت په غوړه اخسته دي د کوم ځای په مورد کې او بل خبره ده چې دا تروریسم دی په دې د نه خو انکار نشي کېدلی په افغانستان کې جنگ دی خود به زموږ وسلوال قواوې ورځ پر ورځ باندې پیاوړي کیږي او تاسو معلومیږي چې سرقمندان لای قوې مسله جمهور رئیس خپل ورځ پر ورځ باندې هغه تکړه کادرونه را مخته کوي او په دغه کې پغځایو کې نسبوي کچیر وای چې دغه د 50% مسله نه وای رئیس جمهور به وختي دا کار کړی وای دا قواوې به د نه به د مناطق نام نه کېدی نه به د وطن دومره د نام نه خواته تللی او نه به دومره فساد مخته تللی خو له بده مرغه دی خپل سر ته نه پرېښودل کېدی اوس نو لکه محقق صاحب یې چې لرې کوي هغه بېرته ولاړې خپله چوکۍ باندې کېناستی موږ ورته وایو چې وروره تا ځان کاندید کړی دی خو دغه د انتخابات قانون خو ومنه ته خو یو شی ومنه دام نه منم دام نه منم دام هر شی مفت غواړم یو پاساده چې اجرایی ریاست په خپل ځای وي مګر کسان دوی نور ورته معرفي کوي ورته معرفي دي خپل پاسته و چې خغلی وایزي د اصلاحاتو په برخه کې ویل چې د افراد په لری کولو باندې ستونزه نه علي ګوري خو اوس خو د دې د انتخابات قانون تعدیلی بله هغه بم کېدې په لندر وځي کې توشيشي او د افراد په لری کولو باندې ولی دغه نکي کچیری وای یو سړی قوی مدیر وي خو مدیریت ولري خو مدیریت وکول شي لوی پروسه او کوچنی پروسه ک دا په خپل باندې په افراد او اشخاص پورې اړه لري کدی په فساد کې کیل نشي کدی په معامله کې ور داخل نشي کدی معامله ګر نه وي هغه پروسه هیڅ وخت نه ناکامیږي مننه کوم به ته په جنبندې ته وکړم اینا آقای احمدی گفتن کې یک بحث اساسی موضوع افراد است اگر افراد توانایی مدیریت خوب و صداقت را داشته باشند میتونن یک پروسه را بهتر و خوبتر مدیریت کنند بحث ساختاری وقتی ما مطرح میکنیم به معنا نیست که افراد نقشی ندارند در بحث اصلاحات افراد نقش دارند مخصوصا افرادی که در مناصب بالا و در تصمیم گیری های کلانی که در نظام انتخاباتی صورت میگیره اونا موثر میباشند اما افراد در واقع گپ ما است که افراد به تنهایی نمیتونه او اصلاحاتی را که مردم افغانستان توقع داره او را بیاره باید روی مکانیزم هایی که بتونه از انتخابات را به صورت یک مکانیزم شفاف و مورد قبول مردم و نهادهای بین المللی همکاری که در عرصه کار میکنند و جامعه مدنی افغانستان صورت بگیره اگر این مکانیزم ها در رابطه با شفافیت صورت نگیره ما هر چقدر افراد را تغییر بدیم متاسفانه به اهداف خود نمیرسیم ولی تغییر ساختار میتونه هم مکانیزم ها را تغییر بدیم و هم با آمدن بعضی نیروهای متخصص و افراد شایسته و اصلاحاتی را که ما خواهان هستیم ایجاد کنیم کمیسیون با می رهبری فعلی ظرفیت و توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد این را یک مقدار سرش به قاطعیت نمیشه صحبت کرد چون که بیشترین نگرانی ما در واقع نبود شفافیت در
نظام انتخاباتی است. متاسفانه او دیتابیس و بحث بایومتریک مطرح شده بود، تکنولوژی در بسیاری از مراکز رایدهی حتی نیروی متخصصی که بتونه از او تکنولوژی استفاده بکنه وجود نداشت و همچنین دیتاها یا مواد معلوماتی که از مردم گرفته شد، آثار انگشتشان، اینها باید به صورت آنلاین در تمام مراکز رایدهی مورد نظارت ناظرین داخلی و بین المللی قرار میگیرد. مشکلات تکنیکی را شما بیشتر نقش میدانین. بله، تکنولوژی نقش تعیین کننده امروز داره. بسیار از مردم به صورت کاملا آنلاین رای میده در کشورهای دیگه. ما میتونیم با استفاده از تکنولوژی به سمت شفافیت بیشتر در نظام انتخاباتی حرکت کنیم. تشکر. به روسی پختنه په توګه باندې، یعنی اختلافات هم د غزینه اوس معلومیږي. د سولې اعتدال ټیم په دې باور دی چې د افرادو لري کول، یعنی په قاطعیت سره دوی حکم نشي کولای، او دوی په وینا باندې دومره نقش نه لرو د انتخابات په شفافیت کې. وګورئ دلیل په څه کې وینئ چې مثلا خبره بیرته هغه 55 ته ځي؟ یعنی هر څه چې د زه په یو شي کې واک ونه لرم، په یو موضوع کې واک ونه لرم، هغه د خپل فکر سره سم هغه عیار نه کمه، هغه به خود دغسې ګډوډي راځي. داسې خو به نه وي چې فعلي رهبري یا کمیشنران د هماغه افرادو په استحقاق باندې مقرر شوي ځکه څوک نه غواړي تغییرات وکړه شي. خو دا اوس د دارالانشا رئیس د انتخابات د کمیسیون د رئیس خبره نه مني، رئیس چې د دارالانشا خبره نه مني. انتخابات کمیسیون اوس خبره دا ده چې د انتخابات د شکایت کمیسیون بیاره ولاړ شي، هغه بیا بسته یوه حوزه لغوه کوي، هغه د بوتلان ته کشوي. او حال دا که چیرې وایي چې په دغه وخت کې، په هغه وخت کې چې په غزنی کې رای ځنډېدلی دي، علت یې دغه دی چې د انتخابات که حوزوي شوي وای ډېره به ښه وای، چې حوزه یې معلومه وای، بیا که یوه حوزه یو مرکز دوی باطلولی هغه ښه خبره وه. دا چې ته یو ولایت باطلوي هغه هم د خپل فساد د پاره، د خپل داخلي کشمکش شو د پاره، یعنی د 15 چټل رای د پاره 15 پاکي باطل. خلکو قرباني ورکړي، خلکو پر صف ته ورغلل، خلکو د شپې راغلل پر رای، خپل رای ورکړل. نو خبره دغه ده چې دغه اشخاص شدي، د افراد شدي، دا هم د متاسفانه چې د یو مشترک انتخاب نتیجه ده. یعنی پیوا جمله کې حکومت ژمن دی چې تغییرات براولي نوې کسان به. بالکل بالکل بالکل. ډیر مننه کوم، ډیر مننه کوم. تشکر شما که در برنامه حضور یافتید. ستاسو دونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه. تر بیا د خدای په امان.